با نام و یاد خدا. سلام بیننده های عزیز، امید صحتمند و سرحال باشین. صبحتان بخیر. امید است که آنچه امروز منحیث لبخند محسوب میشه از آن شما باشم. دوستان ارجمند، ما به منطقه پل سرخ شهر کابل آمدیم. با معذرت که ما چندان خوب نیست، ما قدر خیزک میزنم یا گوش میکنم خدا واجرت بگیرم که درست گپ بزنم، بازم یگان مشکل پیش میشه. به پل سرخ آمدیم پیش گل فروش ها. امروز موضوع برنامه ما را میفهمین که موضوع لبخند است. گپ لبخند است و گل، خصوصا گل تازه، هم پدیده یا عاملی که خوشی و لبخند به بار میاره. وقتی کسی را میخوای خوش باشه، بدون شک بر از او گل میبری. اگرچه فرهنگ گل دادن و گلبازی در افغانستان گذشته داشته، اما بازم میشه بگوییم که در چنین، یعنی در شرایط جدید افغانستان یا در افغانستان نوین، اگر پس از 20 سال حساب بکنیم یا پس از 60 سال حساب بکنیم، 40 سال جنگ بگیریم و 20 سال هم این موضوع دیگر 60 سال یا 50 سال بگیریم، میشه بگوییم که فرهنگ گل دادن جوان است در افغانستان دی 40 سال اخیر. با وجود از این موضوعات، باز هم مردم به گل دادن تلاش دارن. بر مریض گل میبرن، روز مادر گل میبرن. برای خب چیزی که روز عاشقا است در افغانستان ریشه ای نداره، از غرب اومده. در اون روز هم مردم تجلیل میکنن، گل میبرن. روز معلم گل میبرن. تبریکی موقف، یک کس به یک جای بالاخره اشغال وظیفه میکنه، دستای گل میبرن. حتی کسی که فوت میکنه بر سر هدیره اونجا گل میبرن. اینی فرهنگای من فکر میکنم خوب است. گل دادن ارزش بسزایی خود داره. با وجودی که شما میفهمید در یک کشورها کس پیش نامزد خود میره یک دسته گل میبره، با نشان دادن گل و با بوییدن گل نامزد خود خوش میسازه. مگر در افغانستان ما کسی که خانه خسر میره بیچاره باید حداقل یک دو سه هزار میوه بگیره ببره. او بیچاره به خاطر از اینکه پیش نامزد خود دق میشه، دو سه هزار نداره که در جیب خود کنه سودا یا میوه بخره، نمیتونه خانه خسر خود بره. چه خوب است این فرهنگ باشه که 200 افغانی یک دسته گل خرد بگیره و ببره، همه مشکل حل شد. کسی که گلباز است یعنی کسی که گل فروش است. امروز گپ میزنیم بیشتر. سلام. صبحتون بخیر. یک بار دیگه با شما چندین بار صحبت کردیم، بازم مستقیم پیش شما آمدیم. موضوع برنامه صبح زندگی تلویزیون آریانا امروز تاثیر لبخند در زندگی است. یعنی زندگی چقدر به لبخند نیاز داره. انشالله که خودت خوشخوی زنده باشیم. تشکر. اما تو که گفته شد نظرتان در این مورد داشته باشم. لبخند نمک زندگی است. بدون شک دیگه نظر به برنامه شما. و واقعا لبخند خوب چیز است. همیشه خودمم لبخند دلوا باشه و خوش می باشه، شاد می باشه در مجموع. و یک کسی که طرفش ببینه و مطمئن یک خوشی حس می کنه. سوالی که مکررن ما همواره پرسیدیم، از خودت هم تا پرسیدیم. بله. یک بار دیگه کسانی که تازه بیننده ما هستن، شاید در گذشته برنامه ما رو ندیده بوده باشند، بگوین برای ما گل کیها از شما میخرن و به خاطر چی میخرن؟ گل کسی که محفل داشته باشه او میخره، او معلوم دارد. و غیر از اون روزهای مناسبتیام برای عمه ما و شما معلوم است که عموما مردم گل میخرن. در غیر از روزهای عادی مثلا زیادتر از نامزددارا رو میبینیم از اینجا تیر میشن، یک جای هستن، یک شاخه گل از اینجا میگیره برای نامزد خود تحفه تقدیم میکنه. و بسیارش ما دیدیم که یک لبخند دمو بین دو طرف معلوم میشه. روی می یک شاخه گل باشه یا خدا خوششون نمیشه وقت داشته باشه. مقصد گل هم یک چیزی است که واقعا لبخند چی میگه، خوشی به بار میاره. خوشی به بار میاره. یک بار دیگه من سوال خودم میپرسم، یا است که من متوجه نشدم یا این سوالم نگرفتم پاسخ. من در کدام روزا بیشتر گل فروخته میشه و کیها بیشتر میخرن؟ من بر دوستا بیشتر گفتم، شاید چیز مانده باشه که روز مادر است، روز زن است، روز معلم است، روز پدر است. روز پدر هم نشده. آه شکر خدا. دیگه ایش شما نمیگیرین. خب قسمی که شما گفتین روزای مناسبتی که است و غیر از اون زیادتر گفتم. او من نامزد دارم. بالا خوب از ده سالای که گذشته یا پیشوریم داریم خدا کنه مطور باشه، زیادتر از نامزددارا که خانه فامیل نامزد خود میرن میان پیش ما یک دسته گل جور میکنن و میگم بر ما چرا ما بخش ما هم بیسته کار ماست، می یک دسته گل جور که من خانه نامزاتم میرم بر نامزاتم میبرم، یعنی یک چیز خوب تر همینجا قطع میکنم. من پیشتر هم یادآور شدم گفتم که یک تعداد کسا که پشت نامزد خود دق میشه باید است یک دو سه هزار درجه خود داشته باشه که میوه بخره ببرنه. چقدر یک فرهنگ عجیب است. بله اون کمک نخری، باید زیاد باید بخری، کم بخری باز از ذره خود معلوم میشه کم یا یک بخره. چه خوب است همین فرهنگ را داشته باشین که یک دسته گل حداقل 200 300 افغانی میشه. اول که گپ شما درست است، همونطور یک چیز رواج مانده مثلا از مسابقه هم فعلا همونطور است، اما نه زیاد تغییر کرده. حالا ای که شاید میورم ببرن ما گفتن نمیتونم نیدیم، مقصد دستگل هم میبرن زیادترش. البته نشه که یک اضافه بار شاید همونطور یک چیز باشه، جاگزین میوه باشه، نه اینکه در پولی از بله خدا کنه که همونطور باشه و مردم به یک دستگل یک مناسب در توان خود اکتفا کنن ببره و همون طرفین هم ببینن که واقعا همین گل بالاتر از میوه است. گل بالاتر از میوه است بدون شک. دیگه خدا کنه که بار اضافه نشده باشه، اما دمیش قسمی که شما گفتین اما تر جاگزین میوه شده باشه. فقط سوال اخیر من اینه که گل از کجا میارین؟ این دینه فصل گل از کجا میاد؟ این فصل من گل از زیاترش از طرف سمت شمالی میاد برامو. او وطنی خودم است. چقدر خوب. و از طرف پغمان برامو گل میاره، از طرف ریشخور گل میاره برامو. بازار کدامش هم بخش گل کلایده میاره و باز معلوم میشه که نی از این طرف هست. از شکردره گل میاره برای ما، اما بخش کاریش ما که هسته اونجا فارم است دیگه. گل نیست که مثلا گل بوتی اولی بیاره قید کنه، فارم از باغ است تا که هوا سرد نشده از همین مسیرها گل میبره. به خاطر تعبیه شده دیگه که بر گل فروش ها بفروشه. بله فقط برای گل فروش هست دیگه. در زمان که هوا سرد میشه باز ما مجبور هستیم که پاکستان رجوع از کشورهای گرمسیر میاد. بله خیلی تشکر است. زنده باشید. نامتان اینالو میپرسم. فردین جان امینی. خیلی تشکر. خدا زنده باشین. تشکر. خدا حافظ. عزیزان گرامی از شما همچنان تشکر که تا این لحظه بیننده گزارش ما به گونه زنده از ساحه پل-سرخ شهر کابل بودید. امید شما فرهنگ گل دادن و گل را در خانواده خویش و مکان کاریتان مروج بسازید. حال هم شما و استودیوی صبح زندگی تلویزیون آریانا. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر می‌خواین گزارش‌های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر می‌خواین گزارش‌های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.